سلام دوستان، وقتتون بخیر. به کانال هفت رنگ خوش اومدین. سارا هستم، با آموزش ریاضی در خدمتتونم. امروز میخوام براتون توابع جزء صحیح رو درس بدم. از اینکه با ما همراه هستید خوشحالیم. دوستان کانال ما رو سابسکرایب کنید، فراموش نکنید و ویدیوهای ما رو لایک کنید، به دوستاتون معرفی بکنید، از ما حمایت کنید. مرسی. بریم که درس رو شروع بکنیم. توابع جزء صحیح. اصلا جزء صحیح چیه؟ جزء صحیح یه عدد، مثلا یه مثبت 1 رو داشته باشیم، جزء صحیح چیه؟ خود مثبت 1. جزء صحیح منهای 2 چیه؟ منهای 2. جزء صحیح مثبت 3.45 چیه؟ مثبت 3. جزء صحیح منهای 5.2 چیه؟ منهای 6. یعنی چی؟ جزء صحیح در واقع همونجور که اون بالا براتون نوشتم معادله با نزدیکترین عدد صحیح کوچکتر یا مساوی با خود اون عدد. خب مثلا منهای 2 خودش که عدد صحیحه، پس جزء صحیحش هم منهای 2 یا عدد صحیح کامل. مثبت 3.45 یعنی عدد صحیح 3.45. خب کوچکترین عدد صحیح به نزدیک به 3.45 و از 3.45 کوچک کوچکتر کدومه؟ مثبت 3. منهای 5.2 کوچکترین عدد صحیحی که از منهای 5.2 کوچکتره و یه عدد صحیح باشه چیه؟ منهای 6 هستش. خب پس گفتیم جزء صحیح یک عدد معادله با نزدیکترین عدد صحیح کوچکتر یا مساوی با اون عدد. تابع جزء صحیح هم مفهومش از خود همون تعریف جزء صحیح میاد. خب تابع جزء صحیح تعریف‌های خیلی پیچیده‌ای داره، چندین تا تعریف داره، از طریق سوپریموم میشه اینو تعریف کرد، یه سری مفهومای خاص داره، ولی ما الان میخوایم ابتدایی‌ترین حالت رو براشون تعریف بکنیم که قابل فهم باشه. حالا یه نکته، تابع جزء صحیح رو بهش تابع کف هم میگن و توی انگلیسی بهش میگن فلور فانکشن. خب تابع جزء صحیح واقعا x مساوی با براکت x، اینو بهش میگن علامت و براکت. گاهی وقتا اینو میبینین، این بالا حتی ممکنه این تیکار الان من با انگشت پاک کردم اینو وجود نداشته باشه، ولی خب دیگه طبق عادت مثلا من خودم به شخصه همیشه به این حالت میذارم دیگه، فرقی نمیکنه. اینو بهش میگن y مساوی با x مساوی با براکت x، تابع جزء صحیح. این چی کار میکنه؟ اصلا دامنه این تابع چیه؟ آرش دامنش چیه؟ بردش چیه؟ میام اینو اینجوری تعریف میکنم. اگر این دامنش رو r در نظر بگیرم، بخوام اینو رسم بکنم، به چه صورتی هست؟ این تابع دامنش r و بردش اعداد صحیح هستن. خب حالا میم در نظر میگیریم اگر x بین منهای 2 و منهای 1 باشه، اوکی، توی این بازه در نظر بگیرم، مقدار x با یه x چی میشه؟ یعنی در واقع براکت این چی میشه؟ میشه برابر با منهای 2، کوچکترین عدد صحیح این بر. اگر x ما بین منهای 1 تا 0 باشه، با یه x میشه چی؟ منهای 1. وقتی x ما بین 0 تا 1 هستش، وای x میشه چی؟ مقدارش 0. x ما بین 1 تا 2 باشه، وای x مقدارش میشه چی؟ 1 براکت. پس این تعریف تابع جزء صحیح هستش. x بین 2 تا 3 باشه، وای x برابر با 2 میشه. پس این x ها اگر بین منهای 2 و مثلا منهای 1 باشن، مقدار تابع در اونجا منهای 2. روی شکل نشون میدیم. مثلا وقتی که x هست بین منهای 2 و منهای 1، این تیکه x هست بین منهای 2، اینو توی پر نشون میدم. چرا؟ چون اینجا مساوی داره، اینجا منهای 1، این تو خالی. خب این وایمون اینجا چیه؟ برابر با منهای 2. اگه اینجا در نظر، این وای منهای 2ه. خب حالا وقتی که x ما بین منهای 1 تا 0 باشه، خب اینجا x چیه؟ x ما بین منهای 1 تا 0، این تیکه. خب وایمون چیه؟ وایمون برابر با منهای 1 میشه. وقتی که x ما بین 0 تا 1 باشه، x اینجا باشه، خب صفر بسته و 1، وایمون چیه؟ وایمون برابر با صفره. وقتی x ما بین 1 تا 2 باشه، خب x 1 بسته و 2 باز باشه، وایمون چیه؟ وایمون 1 هستش. به همین صورت میتونیم رسم بکنیم. حالا یه مثال دیگه براتون میزنم، با ما همراه باشید. یه مثال دیگه دوستان که براتون در نظر گرفتم از توابع جزء صحیح، وای x مساوی با 1/4 x هستش، براکت 1/4 x. میخوام اینو تو بازه منهای 4 تا 4 رسم کنم. حالا این یه بازه دلخواه، میتونین تا هر جا که میخواین ادامه بدین. میام هر چیزی
که داخل براکت هست، اینجا 1/4 x هستش، ما بین منهای 1 تا 0 قرار میدم، بعد بین 0 تا 1 قرار میدم داخل براکت رو، و بعدش بین 1 تا 2 قرار میدم. خب وقتی که 1/4 x ما بین منهای 1 تا 0 قرار بگیره، خب خود x چی جوری میشه؟ پس اینو همه طرف این بازه رو ضرب در 4 میکنم، پس x ما بین منهای 4 تا 0 قرار میگیره. 1/4 x وقتی بین 0 تا 1، یعنی x ما بین 0 تا 4. 1/4 x وقتی بین 1 تا 2، یعنی خود x بین 4 تا 8. همه طرفا رو ضرب در 4 میکنم، طرفای بازه رو. خب حالا وقتی که ما 1/4 x این داخل براکت ما بین منهای 1 تا 0، وای x چه مقداری میگیره؟ وای x برابر میشه با منهای 1. خب کوچکترین عدد صحیحی که اینجا وجود داره یا نزدیک به اونه، این تعریف تابع جزء صحیحه. وقتی که 1/4 x ما بین 0 تا 1، وای x مون چیه؟ 0. وقتی که 1/4 x ما بین 1 تا 2، وای مون چنده؟ وای مون برابر با این مقدار کمتر، یعنی همین 1 هستش. خب میام اینو رسم میکنم. خب اول x مون محدودش رو معلوم میکنم. وقتی که x ما بین 1/4 x ما بین منهای 1 تا 0، x مون بین منهای 4 تا 0، بازه منهای 4 تا 0 رو در نظر میگیرم، وای باید چند باشه؟ وای باید باشه منهای 1. پس اینجا رو رسم میکنم. اوکی، خب میام بازه x ما بین 0 تا 4 رو در نظر، 0 تا 4 وایش چنده؟ وایش 0 هستش. از تو اینم میبینم که 0 بسته و 4 باز، برای همین این تیکه رو میبندیم. حالا ما تازه اومدیم ببندیم این، ماجیک نکشید و اونو پاک کرد، باز شد. خب وقتی که بین x ما بین 4 تا 8 هستش، خب وایمون چنده؟ وایمون برابر با 1 هستش. پس چک به این حالت در میاد. پس باید هر چیزی که داخل براکت بود رو بازش رو تعیین بکنی و مقدار وای توی اون بازه رو به دست بیاری. این روش کل تابع جزء صحیح بود. امیدوارم که درس رو یاد گرفته باشین و براتون مفید بوده باشه. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزارم و کانال ما رو به دوستاتون معرفی کنید. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.